سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم حال همتون عالی باشه، پر روزی پر انرژی باشید. سال نو رو هم خدمت همه عزیزان تبریک میگم، با تأخیر البته، سال 1402. امیدوارم که امسال سالی پر برکت باشه، پر از سلامتی برای همه و پر از برکت و پر از سود توی این بازار برای همه، و امیدوارم که در کنار هم دیگه بتونیم توی این چنل سود خوبی رو داشته باشیم و بتونیم یه سری اتفاقات مثبت رو رقم بزنیم. بعد از گذشت تقریبا 2-3 هفته، من مجددا تصمیم گرفتم تا یک ویدیو جدید راجع به بیت کوین بسازم، چون خیلی سوال راجبش میاد توی دایرکت و حالا شبکه های اجتماعی بنده، که یک سری ها سوال دارن، یه سری ها نگرانن که چی میشه، میاد پایین میره بالا، و تقریبا میشه گفت حالا توی مدت کار شخصی رو انجام دادم و یه مقدار وقتم آزادتر شده، و امیدوارم که بتونم مجددا هر روز ویدیو بسازم، ویدیوهای مختلف، و در خدمت شما باشم. ولی قبل از شروع این ویدیو و کلا برای ساخت ویدیوها، من یک تقاضا از شما بزرگواران دارم، اونم اینه که با لایک و کامنت هاتون حمایت بکنید از ویدیوها، چون این لایک و کامنت های شما باعث میشه که چنل رشد بکنه، افراد بیشتری با این چنل آشنا بشن و ما بتونیم خانواده مثل دی جی ار رو بزرگتر بکنیم توی یوتیوب. امیدوارم که این ویدیو هم به دردتون بخوره و بتونه کمکتون بکنه، و قطعا اون دوستانی که توی بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارن، حالا چه بیت کوین، چه هر ارز دیگه، یا آلت کوین، یا توکن، یا حالا اصلا شیت کوین، هر چیز دیگه ای که شما داری و منتظری ببینی چی میشه، همه اینا وابسته به بیت کوینه. پس بهت پیشنهاد میکنم این ویدیو رو نگاه بکن، و بعد از این ویدیو تقریبا یه چیزایی دستت میاد که چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی قراره بیفته. قبل شروع ویدیو هم ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، و اگه هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردین هم یعنی سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم روشن بکنید تا ویدیوهای ما رو هر روز دنبال بکنید. خب دوستان، اول یه سر به کوین مارکت کپ بزنیم، تقریبا بعد از 20 روز که نبودیم، ببینیم مثلا وضعیت بازار به چه صورته. خب بیت کوین که تقریبا دیگه میتونم بگم اکثرتون خبر دارین، 27500 تا 28000 تا رفت، حتی یک مقدار بالاتر، و گفته بودم توی تحلیل قبلی، اگر ویدیوی قبلی تحلیل بیت کوین رو نگاه بکنید، گفته بودم اگر این اتفاق بیفته و این کندل بسته بشه بالای این خط، قطعاً روند نزولی میشه و ما تا 27800 یا حتی بیشتر هم میتونیم تاش بکنیم، و این اتفاق هم افتاد. توی 7 روز گذشته سبز بوده، ولی تو 24 ساعت گذشته تقریبا قرمز بوده. اتریوم 1787 تقریبا، بی ام بی 303 دلار، کاردانو 38 سنت، دوج کوین 91 سنت. حالا من مهم ها رو دارم بهتون میگم، لایت کوین 90 91 دلار، شیبا که خیلی محبوبه هنوز روی 410 گیر کرده، ترون 6 سنت، دای 99 سنت، و کلا ارزها قیمت هاشون زیاد آنچنان تغییر نداشته نسبت به بیت کوین. ببینید بیت کوین از 24 تا اومده روی 27-8 تا، ولی روی باقی ارزهای دیجیتال تأثیری ما ندیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه این رشدی که ما الان توی بیت کوین داریم می‌بینیم، این موقتی است و توسط، حالا میشه گفت، یه سری نهنگ‌های بزرگ این اتفاق افتاده. یعنی سرمایه‌ای وارد این بازار نشده، سرمایه جدیدی وارد این بازار نشده، و همون سرمایه در گردشی که وجود داشته، حالا اومده انباشت شده روی بیت کوین، که تونسته یه مقداری قیمت بیت کوین رو ببره بالاتر. به خاطر همین ما نباید انتظار داشته باشیم که حالا بیت کوین رسیده به 28000 مثلا دوج کوین هم بیاد بشه مثلا 1 دلار و نیم، یا مثلا شیبا بشه 4-0 مثلا 14، یا باقی ارزهای دیجیتالی مثلا اتریوم برسه به 2000 تا. نه، این تصور غلطیه. کلا اتفاقی که افتاده و بیت کوین رسیده تا 28000 تا، به خاطر ورودی جدیدی نبوده، به خاطر حالا همون ورود نهنگ ها و حالا یه سری خرید دوستان دیگه، چون نهنگ ها وقتی وارد میشن و خریدهای سنگین میزنن، طبیعتا مارکت کپ میره بالا و دوستان هم میبینن اون ارز داره رشد میکنه و یک سری از دوستان هم ورود میکنن و این مارکت کپ رو بیشتر میکنن. به خاطر همین ما یه رشد موقتی توی بیت کوین داریم که حالا جلوتر توضیح میدم که چی میشه و چه اتفاقایی قراره بیفته توی کوین مارکت کپ. اگه بخوایم ترندینگ ها رو ببینیم، آربیتروم و پنکیک سواپ و تابو توکن، این سه تا توکن هستن که ترند بودن توی کوین مارکت کپ. جدید اد شده ها رو میتونید ببینید و دیگه حالا چیزهای دیگه که خودتون میتونید مشاهده بکنید. البته دوج کوین اینجا، اگر که من یه لحظه این پامپشو دیدم، اینجا داره به ما نشون میده که توی 7 روز گذشته 26% رشد داشته و میتونیم این خط پامپش خط جالبیه، ولی خب تحلیل امروز ما برای بیت کوین و کاری به ارزهای دیگه نداریم. میایم سراغ چارت بیت کوینمون و با هم دیگه بررسی میکنیم. من تایم فریمم روی روزانه هست. ببینید دوستان، دقیقاً این حوالی بود که ویدیو قبلی رو ساختیم
و من خدمتتون گفتم که این بیت کوین از اینجا افتاده توی یک رنج و این رنج میتونه به هر سمتی بره. یک لحظه تقریبا میشه گفت دو سه روز رو به پایین اومد به خاطر حالا جلسات فدرال رزرو و از اینجور صحبت ها، ولی برگشت مجددا توی این خط روندش باقی موند و اتفاق خاصی نیفتاد تا اینکه من گفتم توی ویدیو قبلی تاکید کردم، گفتم مقاومت 25 تا 26 هزار دلار مقاومت مهمیه. اگر بتونه این مقاومت رو بشکنه و یک کندل بعدش، یک کندل 24 ساعته بعدش تثبیت بده، قطعاً قیمت بالاتر از 25.6 بسته میشه تا 28.9 جا داره بره و این اتفاق هم دیدیم که افتاد، اومد توی این کندل بالاتر از 26 رو زد، حتی تو خود همین کندل تا 27.700 هم رفت، 24 ساعت هم گذشت، بعدش اصلاح خیلی ریز داشت تا 26.800. مجددا روز بعدی رشد رو ما داشتیم تا 28.600، روز بعدی ما یک بازی داشتیم، روز بعدیش مجددا میتونیم بگیم تا همون حوالی 28600 بودیم و تا بالاترین قیمتی که تاچ کرد و شادو زده که این نقطه هست 29442 دلار، یعنی دقیقاً تا 29000 دلار رفت و فعلا هم داره توی همین منطقه بازی میکنه و فعلا این خط صاف رو داره میره جلو و حالا هی از 27 28 29 بازی داره بین این سه رقم، 29 خیلی کم، بیشتر روی 26 تا 27 و یه مقداری روی 28000 تا. خط روند جدیدی که ما رسم کردیم از بعد از این رشدش، داریم میبینیم که این اتفاق به صورت سعودی شکل گرفته و این خط روندمون هم تقریبا برخوردهای خوبی داشته و تقریبا میشه گفت سه برخورد خوب رو ما به این خط روند داشتیم و میتونیم بگیم دیگه این خط روندمون یه مقدار اعتبار گرفته. حالا امکان داره طبق همین خط روندمون پیش بره و کندل های بعدی همینجوری یا به صورت خیلی ریز یا حالا کندل های شارپی بسته بشه رو به بالا، رو به بالا و تا نهایتا حوالی 30 یا 31000 دلار توی این رنج امکان داره تا این قیمت ها بره بالا یا شاید یه مقدار بیشتر اگر این خط روند همینجوری قدرتش رو ادامه بده. اگر هم نه میتونه یک به قول معروف یه بازی رو اینجا برای خودش ایجاد بکنه بین این دوتا کانال، یعنی از 29000 دلار تا 25000 دلار میتونه یه رنجی رو اینجا بزنه، یه استراحت رو بکنه واسه حرکت بعدی که ببینیم سعودی یا نزولی. ولی فعلا چیزی که خط روند داره به من میگه، بذارید من اینو پاک کنم، چیزی که این خط روند داره به من میگه، داره میگه که ما رو به بالا داریم میریم ولی با سرعت آهسته و این رو به بالا رفتن هم یه جایی قطع میشه و پیش بینی شخصی من اینه که تا حوالی 30000 31000 دلار نهایتش باشه. میگم امکان این که از همینجا برگرده رو به پایین هم خیلی زیاده، ولی خط روند داره به ما میگه که امکان داره یه مقدار دیگه هم بالاتر بره. ولی خب شما میگم روی این صحبت های من سرمایه گذاری نکنید، صرفا من دارم یه سری اطلاعات رو بهتون میدم که تصمیم گیری با خودتون باشه. حالا بعد از اینکه به محدوده 29 تا 30000 دلار رسید، اون وقت مجددا باید تصمیم گیری بکنیم، اون وقت باید بیان چارت رو نگاه بکنیم ببینیم کندلا به چه صورت بسته شدن، وضعیت به چه صورته و بعد از اون بگیم که حالا میره رو به بالا یا نه، از اونجا میخواد برگرد رو به پایین. ولی چیزی که من میدونم این بازار و بیت کوین یه برگشت رو به پایین خواهد داشت. اگر که دقت بکنیم ببینید دوستان عزیز، ما از این ناحیه که رفتیم بالا، این ناحیه قیمت کجاست؟ 19600 تا. همینجوری شارفی رفتیم بالا و حالا اینجا تو رنج زدنیم. این گپ رو ما هنوز نتونستیم پر کنیم و باید بیاد این گپ رو پر بکنه. این گپ هنوز وجود داره توی این محدوده از تقریبا میشه گفت 16000 دلار ما گپمون وجود داره تا حالا این قسمت. این گپ ها باید پر بشه تا بتونه یه صعود پرقدرتی رو برای خودش ایجاد بکنه و تا این اتفاقات نیفته میتونیم بگیم صعودها خیلی ضعیف و کم رنگ هست و مثل همین روزا که میبینید کندلا خیلی کم جون، یه ذره بالا میزنه یه ذره پایین میزنه و بیشترش هم شادو هست و این کندلایی که شادوهای بالا پایینشون خیلی برنده، کندلای ترسناکی هستن واقعا. اگر این اتفاق نیفته و این گپ ها پر نشه، ما شاهد همین کندل ها خواهیم بود، چون واقعا سرمایه ها بلا تکلیفن و نمیدونن که چه اتفاقی قراره بیفته. ولی ما برگشت رو به احتمال بسیار زیاد خواهیم داشت. ایستگاه اول روی 25000 دلار، ایستگاه دوم روی 22000 دلار، ایستگاه سوممون روی 19000 دلار و در نهایت چیزی که من پیش بینی میکنم حداقل تا 16000 دلار رو امکان داره ببینه. حالا این دیدنه من نمیگم همین فردا پس فردا یا یه ماه دیگه، امکان داره طی دو سه ماه آینده این اتفاق بیفته، ولی این روند و این چارت داره به ما میگه که این شکل از چارت داره به ما میگه که این بازار سعودی نیست و بازار بلا تکلیفه، باید یه اتفاقی بیفته توش و باید به صورت اصولی و عملی بره جلو. این روند خوب و درستی نیست. حالا اگه بخواد اصولی بره جلو باید این اتفاقها بیفته، زمانش هم میگم واقعا مشخص نیست. ولی چیزی که من توی ویدیوهای قبلیم هم گفتم،
سال 2024 سالیه که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بیت کوین بتونه اتفاقات بسیار خارق‌العاده‌ای رو رقم بزنه و تقریبا میشه گفت توی این 2024 سال درست دارم میگم نمیدونم من نه 2023 متاسفانه من یه سال رفتم جلوتر اینقدر که ذهنم درگیره توی سال 2023 بیت کوین نمیتونه اتفاق خیلی سنگینی رو رقم بزنه. نمیگم رشد نمیکنه، قطعا رشد میکنه، سقوط هم میکنه، ولی اینکه بخوام بگیم ATH میزنه یا حالا قیمتش سقف قبلی رو میشکنه تا 100 هزار تا میره اینا من بعید میدونم توی این امسال. احتمال داره اواخر 2023 این اتفاقا بیفته ولی حالا توی اوایل و اواسطش بعید میدونم. اما سال 2024 سال بیت کوینه، سالیه که بیت کوین میتونه توی این چرخه‌ای که ما داشتیم از اول از سال 2010 تا به امروز، چرخه‌ای که وجود داشته و هر چند سال یک بار بیت کوین رشد داشته و مجددا رفته توی استراحت، سال 2024 سال رشد بیت کوین خواهد بود و اون دوستانی که توی امسال یعنی تو سال 2023 تو قیمت‌های خوب بیت کوین می‌خرن یا حالا ارزهای دیگه که ارزهای معتبر منظورم می‌خرن و هولد می‌کنن، قطعاً سال 2024 می‌تونه اتفاقات مثبتی رو براشون رقم بزنه. اگر که طبق اون نمودار پیش بریم، میگم از سال 2010 تا به امروز هر 3-4 سال یک بار که هم به هاوینگ بیت کوین نزدیک می‌شدیم و هم کلاً توی چارت ها من نگاه می‌کردم یک سال خیلی طلایی برای بیت کوین داشتیم که این یک سال طلایی جدیدی که خواهد آمد 24 تا 25 هست، بین 2024 تا 2025 و این اتفاق امیدوارم که بیفته و ATH زده بشه و سقف قبلی بیت کوین زده بشه و حرکت به سمت 100 هزار دلار رو ما داشته باشیم. این کلیت و ماهیت بیت کوین بود که با هم دیگه بررسی کردیم، اتفاقاتی که افتاده بود، چارت رو با هم دیگه دیدیم، شرایط رو با هم دیگه گفتیم. امیدوارم که ازش تونسته باشید استفاده بکنید، امیدوارم که بتونید توی این بازار سود کنید و هیچ وقت رنگ ضرر رو نبینید توی این سال جدید که واقعا ضرر سخته دیگه، اما هر کاری باز نیاز به ضرر رو داره و نمیشه هیچ کاریش کرد. بیشتر از این نمیخوام صحبت کنم و وقتتون رو بگیرم. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. دوستانمون لطف کردن و در حال حاضر 15200 تا سابسکرایبر شدیم. خیلی حالا رشد کانالمون خیلی نسبت به قبل کمتر شده، اونم به خاطر کمکاری خودمه که امیدوارم بتونم مجددا با قدرت و با انرژی قبلی در خدمتتون باشم و خوب بریم جلو و مجددا مستر دیجرز رو بهتری کنیم و بتونیم با هم دیگه سود کنیم. ممنون میشم ازتون که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگه هنوز کانالمون رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم روشن بکنید تا ویدیوهای بعدیمون رو هم دنبال بکنید. خیلی مخلصیم تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه. یا حق.